فراوان یارمین گیرنی زهرا. آره آردیم وقتی که طرف شمال رفت دادیم و گفتی که خیلی آر زیاد است، ولی جاغری هم خیلی آر زیاد است. فقط لبی دریایشی؟ البته چی نشنه که نسبت به سالهای قبل جاهای دورتر از دریا هم خیلی آر داره امسال. بله، یک لحظه. درود دوستای عزیزیم، وقتیم بخیر باشه از جاغری، امیدواریم حال کلگیشیم خوب باشه. پس از سیر و سیاحت های طولانی که ما و زهرا در شمال افغانستان داشتی، با گفتی سیاستمدارا اینک پس به جاغوری برگشته و درود از جاغوری، جایی که در او سقف آسمان خیلی بلنده، نور در او خیلی شفاف تره و هوا برای تنفس در او به اندازه کافی و خیلی زیادتره. اینج جاغوری سنگ ماشه آورده لب دریای و یعنی هم زهرا خانومه. واه، جاغوری که زندگی در او خیلی آرام و خیلی باحال تر میشه. تو از این چی تر شدی؟ ما هم تر شدیم، اما ما چپلای تر ننم. نخواستم تر کنم، اما همچنان تر شد. دوستا یک چیز را بخششم بگیم در مورد جایی که هسته، در مربوطات جایی نمسته. میگیم ندونزون چی آو در او جاری هسته؟ او نه. جوی از پسی از یاغلا جوی تیر شده، یعنی زمین هایی که یک قریش خاک نداره، یعنی آو اینی رقم اشی زایشت هم و انتخاب زهرا بود که اینجا بایی و امیدواری که پیش بری و این منظوری میسته که پیش بری، امیدوارم که در کدام چی بر نخته، چون اینجا خیلی آو این رقم جم جمزار است، لجن است، آو جمع میشه و رفتن را مشکل مونه. دیگه جاغوری هم خیلی خوب گرم شده، تودا برگ کده دیگه، شاید تا آخرهای جوزا رو بخیر تودا برسه، یعنی آله آخرهای سر رسته دیگه، تقریبا یک ماه بعد دیگه بخیر از میله توت خورده و این چیزا ویدیو میگری و شمار در جریان میلی. این سفر بخشی از ما و زهرا بنهایت جذاب، تماشایی و بسیار آموزنده بود، چیزهای زیاد روش نگدادیم، رفتیم دیدیم و خیلی چیزها را یاد گرفتیم، مردم های متفاوت را دیدیم، رفتارهای متفاوت و زمینی که زمینی فراتر از جاغوری را و خصوصا قندوز بغلان که فوق العاده بود. وقتی قندوز و بغلان را با او فراوانی و نعمت بینگرنید، با این در جاغوری احساس می‌کنید که جاغوری اگه به گفت اشرف غنی که چی هست؟ زندانی چی ما گفته بامیان را؟ زندان طبیعی. امیتک چیز میگفتم زندان جغرافیایی. گذشته از این چیزایی که رحمت گفته، ما بیشتر در ذهن میرسد که مناطق بسیار تاریخی خیلی خوبی است در طرف شمال، مثلا تخت رستم است در سمنگان، مرقم خانه مولانا است در بلخ، دیگه گذشته از او بلخ باستان که در بسیار تاریخی پرآوازه داره، دیگه ما رقم رفتیم بعض جاها رو دیدیم، ولی بعض مناطق به خاطر بعض محدودیت ها ما رفته نتونستیم. از جمله روضه شریف بود که در اونجا هر چقدر هم اصرار کردیم، گفتن حتی اگر از قندار هم باشه شما رو اجازه نمیدیم بریم. دیگه دقیقا خیلی سفر خوب بود، خیلی پر از دستاورد، پس برگشتیم به جاغوری جان. گفته بود که وقتی برین تذکره نشه بودین در روضه شما رو اجازه میده که برین، ما رفتم تذکره نشان دادم و گفتم که ما از غزنی هم دوم، از جای بسیار دور فامیل خم امرای خوردم، ولی اجازه نداد و گفت حتی از قندار باییم، شاید قندار دو تعبیر داشته باشه، یکی که ملا هیبت الله از قندار است و نکته دومی که بسیار دور است، حتی اگر که از نزدیکای ملا هیبت الله باشین و خیلی خیلی دورم که باشین اجازه نمیده، با وجود از او همچنان رفته نمیدید. تست بارم زهرا که مزایمت نکنی بخشی از اونو. خب اینجا زمین جور شده. سابق اینجا بسیار سخت بود. میمد دادم پای خیلی دشتر نمیتونست. جیم بود. پر از جیم. آره امیال هم دیدم شد. شنیدی اگه نفر را میگه که جیم علی؟ جیمی تر باری. ما پایی مانایش چیه؟ یعنی اون موقع قدر. کمرکت. آره. ما یک درک دریافتی که از سفر شمال داشتیم، خصوصا قندوز بغلان رو بخشش میگیم،
در زمان جاغوری ها بسیار تلاش میکنند که آب را مدیریت کنند، میلیون ها افغانی و لک ها دلار را مصرف کنند تا یک بند آب را جور کنند که در نتیجه زود بیتنه زراعت شکل بگیره. اما از زراعت را که به معنای واقعیشی و گستردهشی که سمیت ندم سرش حساب کنه را که این بار ما دیدم، جاغوری در مقایسه با اونا هیچ هستن. با دو دلیل، یک اینجا زمین نیسته. سلکین اطراف دریا خوبترین جای هست برای زراعت، اما در مقیاس بغلان و قندوز صفر هسته. خاکش چنان لاغر کم ارتفاع هسته که مثل تو وقتی که مایی سلمونی که فکر مونی که گویا زمین نیسته، یک تکه سنگ است، تخت سنگ است، زمین های بسیار لاغر. ولی در قندوز مثلا چنان زمین ها فربه و چاق است که آدم یعنی یک کسی که از جاغوری رفته شه زمین نادیده باشه اونجا باره سلنه که چقدر تفاوت زیادی وجود داره. یک جاغوری زمین نداره. این هیچ جای جاغوری به لحاظ زراعت زمین هایش قابل محاسبه نیستن. او گاه بود که مردم یک دودن بوز داشت، نیازها بسیار کم بود، توقع از زندگی بسیار پایین بود. هره. مردم ها قد یک بوجی شلغم و یک کدال کچالو و چند دانه بوز گوسفند زندگی خسر میکرد. ولی آلی که بخی پیر خود پشت خم بسته کنی و هر کمر رم که بند جور کنی، زراعت چیزی نیه که مردم رو با مردم جاغوری رو با آب و نان برسنه. یکی دوم اینی اتمسفر و هوای بسیار سختی که اینجا است. اقلیمش دقیقاً چیز زهرا گفت، مثلا در قندوز اینا لی در بغلان در هلمند در قندهار اینجا تو درسیده گندم درو کت نیشته، اما در جاغوری گندم انو سیاک قریش است و تایی که ما را درامونه تابستان به پایان میرسه، فصل سرد و دیگه نمیتنی حاصل بگیره زمین. ما ایتو فکر میکردم دوستا زهرا، ما ایتو فکر میکردم، من گفتم کاش که مشود مثلا 25 خانه 30 خانه آزره را از جاغوری میگرفت مبرد این در نوبتی استپ بای استپ بود در قسمت های مختلف از بغلان جای اینی پکیج های 25 خانه ای یا 30 خانه ای نه؟ توضیح میکرد برای هر خانه فکر کو 5 جریب زمین نه؟ یک مسجد جور میکرد، یک ملا میگرفت، یک مکتب خصوصی میزد مکتب مشود یک آقیل به معنای واقعیش، یک آقیل به معنای واقعیش آده. و اگر کس دیقانی در کارش هست اونجا باره دیقانی کن. دقیقا نمفهمم که چقدر امکان داره. شاید از این نظر هیچ ضرورت به این نباشه که ما برای زمین های نداشته خو لک ها دلار بند آو جور کنیم تا آوره مدیریت کنیم. آره، اما در مورد بند آو که رحمت میگه هر چند که باشه آدم در خاک جاغوری زادگاه آدم هست و یک نگاه خوشبینانه ما در مورد بند ها داشته میتونم ای که از بند ها آدم میتونه برخ سنتی تولید کنه و شهرک های سنتی جور کنه. از یعنی این خیلی خوشبینانه است. نه مفهمم که چقدر امکانی با واقعیت تبدیل شدن شسته. ولی هرچند که آدم میگه که چی هست این بندها حیف مشاوه چطور امکان داره که این یک چی باشه، یک امکان باشه. وقتی که تو در محیطی که میخوای صنعت خوب درست انرژی تو تامین کردی، تو از بازار کیلومترها دور هستی. وقتی تو یک محصول در جاغوری تولید کنی تا اور ببری در بازار کابل برسنی، هزینه را به شش اضافه میشه، قیمت جنس مرا بالا در بازار رقابت نمیتونه در مقایسه با جنسی که مثلا از تاجیکستان میای. فکر کن سرک پخته است، ان تولید انبو هست، راحت میرسن نه. و دیگه مواد خام از کجا نی؟ مواد خامش از پاکستان وارد نی؟ ایت گپ هست. خو ای خیلی مرتبط است با موضوعات دیگه. مثلا اگر که رفت و شهرک های صنعتی دینج جور شد و تولیدات صورت گرفت و ای چیزا، خو حتما باید سرک هم پخته شونه. اینال فاصله جاغوری تا کابل تا غزنی را که مراکز بزرگ تبادلات هست خیلی نزدیکتر مفته نسبت به تاجیکستان. خب سایه دوستان نظر بیدیم چقدر جایی خوبه. راستیش ککسه جان خیلی زیاده. این جویار اگه خوبش جور کنه این رقم آو اگه جویار خوبش جور کنه این رقم آو دند نمشه. خیلی آو را زیاد نه زایات زیاد را به این زمینات مدام امیته چیه لجن بارست کار است. بله پیش افته میتونی زهرا تو تلاش نکن پیشتر بولی بخاطر که گمان نکنم که رفته بیتونی بخاطر که نزین چه بره دیگه چپلق نازنین پر از لای میشه. سالها اینی خیابون از درخت های سک سالها پیش وقتی که چوب سر رونق داشت
سرمایه کلان بود بخش مردم و پیسه‌دارای صاحب تجاری کسایی بود که پیر شدی و عموماً پیسه‌دارای جاغوری در سالهای گاه کسایی بود که بیشترین خیابانای از درختی ارر را داشت. این میگه درختی ارر که هم کلکین جرم شد هم سقف خانه از او پوشیدن شد، ولی در حال حاضر میگه که از اینا چی جرمه؟ کریت جرمه. کریت جرمه. به نظرم بله. خیلی چی هست استفاده یعنی نمفهم به نظر از ما یعنی استفاده اندک هست از یا مثلا میتونه خیلی چیزای خوب دیگه الماری خیلی خوب جور کنه، در حالی که الماری ها در اینچ خیلی ارزان یعنی ارزان جرمونه به این خاطر که کیفیت چوبش بسیار پایین هست. همزو چو چی جرمونه؟ چوبای کایی جرمونه و خیلی آسیب پذیر هست. چوبی فکر هست، یک تصویری از چوبه در حقیقت. دقیقا نره، چوب واقعی نیست. تصویری از چوب هست. آره. و چیزی هست که بگی؟ میخوایم که چی هست در خیلی میخوام در مورد این سفر که داشتیم گپ بزنم، ای که مردم های شمال بارها و بارها یادآوری شده که بسیار آدم های مهمان نواز هست، واقعا مهمان نواز هست، یعنی همیشه گفته میشه که مردم های افغانستان آدم های مهمان نواز هست چی در هر جایی که باشه، اما اگر که میخواین واقعا اما چهره مهمان نوازی افغانستان را بینگرنین حتما یک مسافرت طرف شمال داشته باشین، چون واقعیت در اونجا هست، واقعیت مهمان نوازی دیگه. گپای بعدی را باز ادامه آردیم. درسته. در ادامه یعنی در روزای آینده بخششم قصه منی باز اگر دیگه نمینگرنیم آفتاب کم کم میشم و چند درون شارت بگیرم تا غروب نگده آفتاب. در هر حال جاغری بودن یک حسی خیلی پایدار و میخو مستحکم میده با آدم، هیچ جای وطن نموشه و هر جا تخبول وطن کش میرده. اما به نفع است که هزاره ها از جغرافه تنگی مناطق کوهستانی بله، مرکزی بله، بله. برشون نبوره بیرون و این حسار رو میدک نه. در غیر از او جاغری فقط تنها چون یک پیوند عاطفی میان باشندهای جاغری و خود جاغری وجود درسته که اهمیت چیز زیاد کده، ورنه اگر یک دفعه بای روی کاغذ یک دو سه حساب کتاب کنیم باز به نتایج دیگه میرسیم. وقت چیم خوش دوستای عزیزیم، خدا حافظ.